و دنبال بالا گرفتن سر و صداهای ورثه شهدا و معلولین، از آنجا که پرداخت نشدن حقوق و امتیازات آنان گفته می شود، به سراغ شمال از این قشر به پشت دروازه اداره آمریت شهدا و معلولین هرات آمدیم. دروازه‌ای که به گفته شماری از ورثه های شهدا برای شنیده شدن خواسته هایشان باید ساعت‌ها را انتظار بکشند. با چند تن از اینان که گفتگو داشتیم، آنچه که در اینجا اتفاق می‌افتد را اینچنین می‌گویند. ما خود ما خانم شهیدم، 33 سال میشه، 32 سال میشه شوهرم شهید شده، 4 تا بچه داشتم، با 4 تا انداختم، حالا به من برج 12000 میدم، همون را این سال ندادم، ما چه کار کنم؟ چی میگن وقتی مراجعه میکنیم؟ مراجعه میکنیم میگم پول نماده، پول نیه. میریم میاییم بمزیم میگیم مثلا معاشه ما چی میشه؟ میگه برو دو ماه بعد بیا، بابا تو معلم میشه که چی میگیم. با دو ماه بعد میاییم باز میگه برو مثلا پنج ماه بعد بیا. با پنج ماه بعد مقصد همین ما رمیته به مثل سرگردون میکنم. میریم میاییم بی فایده، هیچ فایده هم بالا ما نداره. ما انو اینگار کنم همین کارت که بگرفتم 4 سال میشه که همین کتابچه رو بگرفتم، میگم هیئت بررسی کنه. از کابل استلام بیاوردم، استلام قبول نکردن که باید هیئت بیایه. دیگه این چی رقمه؟ ما اشته کنم دیگه. برخی از این معلولین و ورثه شهدا میگوین نپرداخته شدن امتیازات چندین سالهشان آنان را در شرایط سختی قرار داده است. عدم پاسخگویی درست و برخورد نامناسب مسئولان عملیات شهدا و معلولین از دیگر مواردی است که این ورثه شهدا از آن انتقاد دارند و میگویند تداوم این وضعیت آنان را سخت ناامید کرده است. ولاد ما چی غم برنامه میریزه؟ به چی دلیل؟ به کدوم استدلال که کسی که 10 سال معاش میگیره شما حالی بیایم بهانه از اینکه تو پولیوی، تو غیر جنگی، تو جنگی، رو با بهانه مختلف بیایم از حق معاش بخور نمیری که حداقل مو پرده و گزاری میشد و رو ازو بگیریم. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات حکومت را به بیمهری در برابر این قشر متهم میسازند و دلیل پرداخت نشدن به موقع امتیازات ورثه شهدا را کمکاری مسئولان عملیات شهدا و معلولین عنوان می‌کنند. همین ماها پشت در دروازه ریاست شهدا و معلولین از ولسوالی ها سرگردان بود، چندین بار به شورای ولایتی مراجعه کردند که ما خاصتاً این موضوع پیگیری کردیم، دادخواهی کردیم، حتی از مرکز خواستیم. اما در این میان چرا معاشات این قشر در زمان مشخص آن پرداخت نمی‌شود و چه دلیلی سبب به درازا کشیده شدن این روند می‌شود؟ پرداخت معاشات نظر به کمبود بودجه می باشه که ما نتونستیم پرداخت کنیم. بدبختانه و سال 1398 در حدود 6000 نفر معاش خورد نتونستن بگیرن و علت اصلی بود که وزارت مالیه می بودجه نپرداخته بود، بودجه رو به 4 سال. و این تنها نه در ولایت هرات بلکه به 34 ولایت مشکل وجود داشت. انتقادها در حالی از پرداخت نشدن حقوق و امتیازات معلولان نظامی و ورثه شهدا در هرات بلند می شود که مسئولان عملیات شهدا و معلولین می گویند آنان به منظور تفکیک و سرعت بخشیدن به پرداخت حقوق و امتیازات و همچنان جلوگیری از فساد در این روند، از یک سال به این سو روند بایومتریک تمام متقاضیان ادارهشان را آغاز کردند که با ختم این روند به نارسایی‌ها در این عملیات پایان داده خواهد شد.